آیت الله صافی گلپایگانی مجلس اقامه شاعر حسینی در سراسر جهان را حلقه اتصال میان شیعیان خواندند و بر اقامه هرچه پرشورتر این مجالس تاکید فرمودند معظم الله با اشاره به تهاجم گسترده دشمنان اسلام در فضاهای مجازی برای ضربه زدن به شاعر حسینی از جمله اقامه مجالس عزاداری سینه زنی زنجیرزنی و قمزنی، طلاب و مبلغین را به حضور مؤثر در این فضا و پاسخگویی به شبه افکنی های دشمنان اهل بیت علیهم السلام فرا خواندند. معظم الله مجالس اقامه شاعر در کشورهای مختلف اسلامی و غیر اسلامی در قاره های مختلف را حلقه اتصال شیعیان در سراسر جهان خواندند و افزودند دنیا تشنه حق و حقیقت است همانطور که امام رضا علیه السلام فرمودند اگر مردم محاسن کلمات ما را بدانند ما را تبعیت می کنند آیت الله صافی در بخش دیگری از بیانات خود فرمودند در روزه ابا عبدالله حسین علیه السلام اثر خاصی قرار داده شده است که وقتی جوانی می آید و روی سر و سینه می زند و از خود بی خود می شود آن وقت است که نورانیتی در دل پیدا می کند. آیت الله گلپایگانی با اشاره به این امر که بسیاری از مردم در طول تاریخ برای تشکیل مجلس عزاداری امام حسین علیه السلام از بذل جان و مالشان دریغ نکردند ادامه دادند ارزش عزاداری و مجلس عزاداری برای حضرت سید الشهدا علیه السلام را بدانید همه مجالس عزاداری قابل احترام است و هیچ مجلسی را نباید خدای ناکرده کوچک شمرد چرا که امام زمان عجل الله تعالی فرجا و شریف و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها به هر مجلسی عنایت و نظر دارند